بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة. معنای الله أكبر گفته شد که به مناسبت الله أكبر که می گفتیم حدیثی از آقا حضرت امیر علیه السلام نقل کردیم که حضرت در مسجد بودند و جمعی خدمتشون مؤذن اذان گفت و حضرت هم گریه کردند و جمع هم به گریه حضرت گریه کردند. بعد که اذان مؤذن تمام شد حضرت فصول اذان را تشریح کردند که من می گفتم که لازمه الله اکبر رو بیان کردند، نه اینکه خود این عبارت که معنای این عبارت الله اکبر همون بود که این چند روز صحبت شد الله اکبر من ان یوسف، نه الله اکبر من کل شی، که کل شی رو گفتیم دو جور معناش بکنیم، یکیش درسته یکیش نادرسته، که دیگه تکرار نکنم. وقتی این حدیثی که میخوندیم گفتیم این حدیث درش مسائل بسیاریست، حالا اگر یه وقتی در این بین باز مناسب بود حالی داشتیم این تتمه‌ش هم بیان میشه و الا به همین مقداری که گفتیم فعلا اکتفا میکنیم که الله اکبر رو حضرت تشریحاتی کردن و به مناسبت هر تکبیری که در اذان هست، ابتدای اذان که 4 تکبیر هست، 4 از مسائلی که لازمه الله اکبر هست حضرت بیان کردن. هر بودن یکی از معانی الله اکبر اینه، معنی دوم، سوم، چهارم، به مناسبت 4 تکبیر. و بعد شهادت به یگانگی پروردگار، اشهد ان لا اله الا الله، که وقتی این شهادت را انسان میدهد برای او اجر بسیار و فراوانی در روایات آمده که خداوند بهش عنایت گواهی میدهد به یکتایی پروردگار، که در تتمه همین حدیث هم حضرت مربوط به اشهد و ان لا اله الا الله مسائل فرمودن، اجمالش مسائل است که میدونیم معمولا، و اقرار به یگانگی ذات مقدس حضرت حق است،
که بسیار بسیار مهم، که انسان موفق شده باشد به اعتقاد به یکتایی حضرت حق. اشهد ان لا اله الا الله. بعد هم شهادت به رسالت وجود مقدس حضرت محمد مصطفی این هم که مسئله است مشخص که بسیار مهم است، اعتقاد به رسالت پیامبر گرامی که آخرین پیامبران و بر همه جهانیان مبعوثان، و توضیحاتی که حضرت دادن مطالبی است که الحمدلله جمعی که هستیم همه توجه به اون مسائل داریم، لذا داریم رد بشیم دیگه. شهادت به یکتایی خدا و به رسالت پیغمبر اکرم، و بعد شهادت به ولایت امیر المؤمنین، میگیم اشهد ان علی ولی الله، که این هم بسیار مهمه. منتها در رساله ها به طور معمول فرمودن که این گفتنش بسیار مستحب ولی جزء فصول از آن نیست، اما تأکید در گفتنش بسیار شده. و از بعضی از روایات بعضی استفاده کردن که نه جزء اصلا، بعضی این استفاده کردن ولو که عموم این استفاده نکردن، اما بعضی این استفاده کردن که یکی از اون احادیثی که بعضی از آن استفاده کردن که اشهد ان علیم ولی الله هم جزء فصول از آن هست، این حدیثه که عرض شد عموم فقها حمل بر استحباب میکنند و بعضی هم گفتن که خیر هستن جزه. اون حدیث اینه، کتاب شریف بهار جلد 84 صفحه 112، عن القاسم ابن معاویه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هؤلاء يرون حدیثا فی معراجهم. به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که هؤلاء یعنی این اهل سنت، اینها اینجور نظرشونه در ارتباط با حدیثی معراجی، یه حدیثی که مربوط به معراج، جریان معراج پیغمبر اکرم، انه لما اسری به رسول الله، وقتی پیامبر گرامی به معراج رفتن و سیر در آسمان ها خداوند متعال حضرتش داد، که از جریانهای بسیار بسیار مهم، و از اون سفر پیامبر گرامی مطالب بسیاری را نقل کردن، و حضرت عرض کردم اهل سنت نظرشون اینه که پیامبر گرامی بر عرش دیدن، را علی العرش لا اله الا الله که نوشته شده لا اله الا الله، و نوشته شده محمد رسول الله. و اسم مدعی خلافت اولی رو آورده، اهل سنت آوردن که بعد نوشته شده این مدعی خلافت، خلافت اولی
اولین خلیفه به اصطلاح که مدعی خلافت بوده، اونم الصدیق، یعنی نوشته شده ابوبکر الصدیق، این نوشته شده. فقال سبحان الله، چی داریم بگیم؟ بگیم حدیثی داریم بخونیم که از این حدیث جزئیت علی ولی الله و شهادت به ولایت حضرت در این حدیث مطلبی گفته شده که بعضی جزئیات رو فهمیدن و این نوشته شده که گفتم. حضرت صادق فرمودن سبحان الله، همه چیز عوض کردن، اینا غیرو کل شی حتی حاضر، دستکاری کردن، همه چیزو عوض کردن. خب عجیب هم دستکاری کردن، در توحید دستکاری کردن، در مسائل مربوط نبوت، در مسائل مختلف دستکاری کردن که مشخصه از معلم حقیقی فاصله گرفتن و گرفتار اشتباهات بسیار شدن و بودن تغییر دادن همه چیز را، حتی حاضا، حتی همین مطلب را هم چیز دیگه بوده، اینا عوضش کردن. چی بوده؟ حتی حاضا قلتونم قال ان الله عز و جل، اون وقت حضرت صادق فرمودن خداوند متعال لما خلق العرش، عرش را که خلق کرد، کتب علیه لا اله الا الله، برش خداوند نوشت لا اله الا الله محمد رسول الله. علیون امیر المؤمنین که عوض کردن اسم به اصطلاح خلیفه اول رو جاش گذاشتن. علیون امیر المؤمنین. ثم ذکر علیه السلام، بعد حضرت فرمودن که این نوشتار شهادت به یکتایی خدا و رسالت پیامبر گرامی و ولایت امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علی امیر المؤمنین است، این خدا ثبت کرده، نوشته است خداوند متعال بر همه چیز، علی ما والکرسی واللوح و جبهت اسرافیل و جناحی جبرئیل و اکناف السماوات والارضین و رؤوس الجبال و الشمس و القمر. حاصلش این میشه که بر همه چیز این اسماء مقدسه نوشته شده، منتها کیفیت نوشتن و کیفیت ثبت این قبیل از روایات دیگه حدوداً از اسرار کیفیتش که اینها به چه کیفیت نوشته شده و ثبت شده، بر همه اینها این اسماء مقدسه ثبت شده. و بعد از این فرمودن که ثم قال فاذا قال احدكم لا اله الا الله، وقتی کسی گفت لا اله الا الله، بعد هم گفت محمد رسول الله. فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.
بعد حتما بگوید علی امیر المؤمن است. پس بعد از شهادت به یگانگی خدا رسالت پیغمبر اکرم رو حتما بگوید. فیدل علی استحباب ذالک عموما. اون وقت این نتیجه گرفته شده که بعضی از بزرگان که حدیث رو نقل کردن میگن که این حدیث دلالت داره که همه جا وقتی شهادت به رسالت پیغمبر اکرم داده شد مستحب است شهادت به این ولایت امیر المؤمنین و این که امیر المؤمنین داده بشه. و نتیجتاً فیدل علی استحباب ذالک عموماً والعزان من تلک المواضع. این استنباط کسی که حدیث رو نقل کردن و عزان هم همون مواقع که در عزان شهادت به یک تایی خدا میده و شهادت به رسالت پیغمبر اکرم میده. حدیث چی فرموده؟ فرموده فلیقل علیون امیر المؤمنین، یعنی شهادت بدهد به این که حضرت امیر امیر المؤمنین، حضرت علی علیه السلام امیر المؤمنین است. والعزان من تلک المواضع وقد مر امثال ذلک فی ابواب مناقبه. از این قبیل روایات در بحث فضائل حضرت امیر اونجا روایت گفتیم. ولو قاله المؤذن او المقیم لا به قصد الجزئیه. پس از این استفاده میشه که قصد جزئیات مشکل نداره، ولی میگن که اگر کسی اینا را به قصد جزئیات نگفت، به قصد برکت گفت و فضیلت و استحباب، مشکلی نداره. و لو قاله المؤذن او المقیم یا اقامگو لا به قصد الجزئیه بل به قصد البرکه لم یکن آثما. این نظر این شخصی که این حدیث نقل کرده اینه که جزء اما حالا که نقل گناه نکرده. لم یکن آثما فان القوم جوز الکلام فی اثنائهما. از اون طرف هم بین اذان و اقامه صحبت کردن گفتن مشکلی نداره و از بهترین صحبت ها این ذکره، بنابراین اشکالی نداره. از این حدیث استفاده جزئیات شده نزد بعضی، ولی عرض کردم عموم فقها استفاده جزئیات نکردن و اون چه میگویند و در همین رساله هم تأکید شده، تأکید گفتن و مستحب بودن گفتن ذکر شریف ولایت از تعمیر. و از بعضی از علما هم نقل شده که ازشون سوال کردن که این بگیم شدان علی ولی اللهی این جزء نماز از اون اقامه هست یا نه. بعد از مشاهیر بزرگان از علما نقل بشه جهت اسم نمیبرم گفتن که چطور نگیم حال اون که محور دین است و حقیقت دین است و محور حقایق وحی است ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. و بنابراین از این حدیث هم این مطلب استفاده شد. حدیث دیگری که به عرضتون برسد اینه که در ارتباط با اذان و اقامه راجع به قد قامت الصلاه که در اقامه گفته میشه، این رو معنا کردن اینجوری: بعد از اینکه لا اله الا الله معناش اینه که لله الحجت البالغ علیهم بالرسول والرسالت والبیان والدعوه. بعد و معنا قد قامت الصلاه. اینها قد قامت الصلاه معنی که گفته شده عرض کردم لوازم این عبارت به نظر من میاد
نه اینکه منطوق این عبارت باشه، یعنی ترجمه این عبارت همینه، نماز به پا شده، قد قامت السلام، نماز داره انجام میشه. اون وقت اینجور بیان کردن از معصوم نقل شده و معنا قد قامت السلام ای هان وقت و زیاره و المناجات و قضاء الحوائج و درک المنا و الوصول الى الله عز و جل و الى کرامته و غفرانه و عفوهی و رضوانه. قد قامت الصلاه، انسان این معنا رو در ذهنش باشه، میگه که قد قامت الصلاه، با این توجه باشه، با این حالت باشه که یعنی رسیده است وقت زیارت، یعنی زیارت حضرت حق، به خصوص زیارت همون یاد و حضرت حق بودن، زیارت خدا که مقصوده، همین بعد مناجات و حرفای بعدی مقصوده. قد هان وقت و زیاره و المناجات، وقت زیارت حضرت حق به معنای مناسب با خداوند متعال، یعنی توجه خاص، همیشه به جاست و لازم است که انسان حال توجه به خدا داشته باشه. ولی خب در بسیاری از اوقات مشغول کارهایی است که طبعا با اشتغالش به اون کارها اینجور نیست که حال توجه داشته باشه، حال قفلت داره، مشغول خرید و فروشه، به طور اکثر این قیمتش اینه، این قیمتش این نیست، اینقدر میفروشم، مشغول صحبت متفرقه و حال توجه نداره. اما نماز زمینه توجه خاص به خداوند متعال، بسیار بسیار مهمه که این حالت باشه. رسیده وقت زیارت و وقت مناجات با خداوند متعال و قضاء حوائج. و در حدیثی هست که انشاءالله خونده میشه که وقتی انسان به نماز میسته، خداوند میفرماید بنده ما هر چه میخواهی بگویی بگو، من خودم مستمع تو هستم، مستمع، من دارم میشنم حرفاته، همیشه میشنمه، ولی حضور خاصه و جریان خاصی است. هان وقت و زیاره و المناجات و قضاء الحوائج، و وقتی است که حوائج انسان در این زمینه توجه به خداوند متعال روا میشه. هان وقت و زیارت و الحاجت و قضاء الحوائج و درک المنا، یعنی رسیده است وقت درک کردن آرزوها، که البته مهمترین آرزوی یک انسان فهمیده همون حالت ارتباط با خداوند متعال است، ارتباط خاص با ذات مقدس حضرت حق است. که در حدیثی داره که روز قیامت وقتی بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها وارد بهش میشن، گفته میشه که هر چی میخوای از ما بخوا، بعد شفاعت و همه مسائل انجام میشه، گفته میشه باز هر چی میخوای بخوا. اون وقت حضرتش به خداوند عرض میکنن الهی انت المنا و فوق المنا، تو خودت آرزوی من هستی و فوق همه آرزوها هستی، انت المنا و فوق المنا، و الوصول الالله، و رسیده وقت رسیدن به خدا. بعد رسیدن به خدا هم برش داره، یعنی به کرامت خدا، به لطف خدا، به قرب خدا،
نه اینی که بعضی از نوشته ها رو من دیدم که وصول الالله حاصلش زمین صحبتونه که مثل قطره ای که به اصطلاح اقیانوس به دریا متصل میشه، قطره ای که به دریا میرسه. نه چنین چیزی نیست، یعنی به این صورت ها مسئله ای نیست و نفی شده است، بلکه منظور همین است که یعنی به توجه خاصی به ذات مقدس حضرت حق میرسند. الا وصول به معنای اینکه خدا بشه، که بعضی از این انا لله و انا الیه راجعون این استفاده رو کردن و گفتن که بالاخره انا لله و انا الیه راجعون، غفلت کردن متاسفانه از آیات متعدد فراوانی که اون آیات بیان کرده. الیه راجعون، الیه مرجعکم، فینبئکم بما کنتم تعملون. به خدا رجوع میکنید، یعنی به محکمه عدل الهی، که در اون محکمه عدل الهی به شما گفته میشه که چه کردید، چه انجام دادید. نه اینکه نعوذ بالله خدا بشید، که متاسفانه گاهی صریح در بعضی از نوشته ها هست که اینطور میشه که اصلا خدا میشه، و این از اشتباهات بزرگی است که در عرفان اصطلاحی این اشتباه شده و کاملا مدارک برخلاف اینه و عقلا و نقلا مردوده که خودش و بحث خاص خودش داره. الوصول الالله عز و جل و الى کرامته و غفرانه و عفوه و رضوانه. این وقت این رسیده که انسان در ارتباط با خداوند متعال به این الطاف از ناحیه الهی برسه. این هم قد قامت الصلاه و حی علی خیر الامان. از حضرت صادق علیه السلام سوال شد از معنای حی علی خیر العمل، فقال خیر العمل الولایه. این که در اذهانمون در اقامامون میگیم حی علی خیر العمل، این بهترین عمل ولایت است. سؤال عن معنا حی علی خیر العمل، فقال خیر العمل الولایه. که دیگه توجه دارید مسئله ولایت در حد مهم است که اگر کسی مقصر باشد، هر چه انجام داده باشد از اعمال حسنه در هر کیفیت مهمی و در هر کمیت بسیاری، ولی از او مقبول نیست، بلکه اکبه الله علی وجهه فی النار، بلکه گرفتار آتش خواهد شد. و به صورتهای مختلف این معنا تأکید شده است. از اون احادیثی که کمتر گفته میشه اینه که وقتی یک کسی خدمت حضرت باقر علیه السلام رسید و حضرت عرض کرد که حدیثی نقل شده از شما بزرگواران که اگر کسی بگوید لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، بگوید لا اله الا الله با اخلاص بهشتی. حضرت فرمودن نعم، بله همینطور. فول الرجل مدبرا حتی خرج، پشت پشت از خدمت حضرت آمد بیرون. فامر به رده، حضرت فرمودن بگید بیاد. فامر به رده، این برگشت آمد خدمت حضرت. حضرت فرمودن به شروطها و انا من شروطها. این گفتن لا اله الا الله مخلصاً وسیله نجات است و بهشتی شدن شرایطی داره
یکی از اون شرایط هم منم، یعنی مسئله ولایت که دیگه هممون میدونیم بسیار بسیار مسئله مهم است و محور دین است در حقیقت. فقال خیر العمل الولایه. و فی خبر آخر که نظیر این شبیه اینه به تعبیر دیگر، و فی خبر آخر خیر العمل بر فاطمه و ولدها و بولنا علیهم السلام. خیر عمل احسان کردن، محبت کردن به حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و فرزندانشون، این خیر العمل. پس حی علی خیر العمل هم به این صورت معنا شده و نتیجتا این اصول عزام و اقامه. اون وقت در یک حدیثی هم هستش که چرا اهل سنت حی علی خیر العمل نمیگن؟ حضرت میفرمان که ظاهرش اینه که میخوام بگویان حی علی خیر العمل نگیم تا اینکه مردم فکر نکنن که از جهاد سستی کنن، فکر کنن نماز بهترین عمله، میگن خب بهترین عمل انجام بدیم، بنابراین دیگه به جهاد کم اعتنا باشن. به این جهت اینه که نگفتن. باطلش هم اینه که نخواستن ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام مطرح بشه، چه این که خیر العمل ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام است. این هم گفته شده که همینی که عرض کردم به این صورت آمده که قلت لابن عباس اخبرنی لأی شیء حذف من الاذان هی علی خیر العمل. قال اراد، اون کسی که گفت حذفش کنین، خلیفه دوم به اصطلاح، الله یتکل الناس علی الصلاه و یدعو الجهاد، به جهاد بی اعتنا بشن، لذا گفت نگید. بعد دیگه به خاطر این که خواست که ولایت حضرت امیر علیه السلام مطرح نشه. این هم حدیث بسیار لطیفی است که اذان و اقامه، انسان وقتی اذان گفت، اگر بعد از اذانش رفت به سجده این ذکر رو بگوید بسیار فوق‌العاده است، از حضرت صادق علیه السلام است. کان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول لاصحابه، حضرت امیر و اصحابشون میفرمودند من سجد بین الاذان والاقامه، کسی که بین اذان و اقامه سجده کنه برو به سجده، بین الاذان والاقامه. فقال فی سجوده، وقت از سجودش بگوید رب لک سجدت خاضعاً خاشعاً ذلیلاً، خدا برای تو سجده کردم در حال خضوع خشوع ذلت در پیشگاه تو. اگر این کارو بکند یقول الله تعالی ملائکتی، خدا میفرماید به فرشتگان و عزتی و جلالی لأجعلن محبته فی قلوب عبادی المؤمنین و هیبته فی قلوب المنافقین. اگر از آن گفت و به سجده رفت و این ذکر را گفت که رب لک سجدت خاضعاً خاشعاً ذلیلا، محبتش را در دل خوبان و هیبتش را در دل منافقان قرار میدم، یعنی منافقها از او حالت وحشت دارن و اما اهل ایمان و مؤمنین علاقمند بهش میشن. ان علیین، از آقا حضرت امیر علیه السلام است که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند
من ولد له مولود فلیؤذن فی اذنه الیمنا ولیقم یا فلیؤذن، اشکال نداره. اگر کسی خدا بهش بچه داد در گوش راستش اذان بگوید، در گوش چپش هم اقامه بگوید. فان ذلك عصمت من الشیطان، اگه این کارو بکنه از شیطان حفظ میشه، یعنی وسیله ایست که از وسوسه های شیاطین این بچه حفظ بشه، محفوظ بمونه. و باز در ارتباط با همین اذان و اقامه اینجور هستش که از فوایدش اینه که اگر چنونچه مؤذن اذان گفت و انسان حکایت کرد اذان مؤذن ده، او اذان گفت، اینم اذان حکایت کرد، اگر این کارو بکنه فقر از او دور میشه. و به طور کلی هم در حدیثی داره که شکا رجلون الى ابی عبدالله علیه السلام، شکایت کرد که آقا من زندگیم نمیچرخ، گرفتاری دارم، ناراحتم، کم میارم. شکا رجلون الى ابی عبدالله علیه السلام الفقر، فقال اذن کما سمعت الاذان، اذانی که میشنوی شما بگو. کما یعذن المؤذن، همینطور که مؤذن داره اذان میگه شما هم اذان بگو. این فقر را از بین میبره. و تأکید شده تا اونجایی که حضرت موسی علی نبی نا و علی و علیه السلام ایشان به خداوند متعال عرض کردن که در مناجاتشون یا رب ابعید انت منی فانادیک ام غریب فانادیک. اون وقت در سؤال حضرت موسی ایش اینه که من در یک حالتی هستم که به اصطلاح ابا دارم نام تو را بیارم، یعنی مثلا همین که عرض کردم در حالت کذا. اون وقت خداوند فرمود خیر، در هر حال اسم مرا بیاری خوب است، نه این کار رو بکن. در هر حال نام مرا بردن جاز، ذکر خدا در هر حال ارزنده است. خب پس از آن و اقامه گذشتیم دیگه، تقریبا اونی که هدف اصلیمون بوده که نسبت به اصل نماز، اهمیت نماز، بعد فصول نماز و اشارات و لطائفی که در روایات در این خصوص رسیده، انشاءالله خدا کمک کنه که بتونیم صحبتی داشته باشیم. پس ذکر خدا در هر حال ارزنده است، افتخار انسان است که یاد خدا باشه، شرف انسان است که یاد خدا باشه. یا من ذکره شرفون لذاکره، از این شرافت چی بالاتر که انسان توجه کند به ذات مقدس حضرت. حالا دیگه مثل هر روز چند تا استغفار میکنم و انشاءالله فیضم آماده است و بهره خواهیم گرفت. خدایا به حقیقت اولیات هممون را توفیق توجه به خودت اونچنون که تو دوست داری کرامت بفرما. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الهی، عبدك العاصي أتاك مغرا بالذنوب وقد دعاك
وَإِنْ تَرْحَمْ فَأَنْتَ لِذَلِكَ أَهْلٌ وَإِنْ تَطْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ. إلهي على إلهي على